با سلام میکنم، این کار منه، یه فیلمی ساختم هم خنده‌دار باشه، امیدوارم خنده‌دار باشه واسهتون، هم یه درس عبرتی توشه که این درس عبرت خیلی مهمه و امیدوارم یه چیزی ازش در اصل تاثیرگذار باشه واسهتون. چون این وای که خالیه، ولی به جان مادرم شلیک میکنم به نام قانون. توی این روز هست میگه برگزار میشه و تموم میشه. خب آقا این درس با تموم میشه داخل بود من چنیدم خودم چنیدم آقا بگوشه یه خودم به باورتو نشه از تلویزیون و از رسانه ملی میخوام بیان اینجا حمید معصومی نژاد در روم بیاد اینجا خب در شما خود بورسی که در آینده میخوای چیکار بشی؟ درس کنید میخوای چی بشی؟ چه برزشه؟ فردا هیچ گلی نمیشی نمیتونی از یه ماژیک با من بیبرش دار نمیخواد دوم از قد باید خاطرتون خم شه آقا بحثمون جدیه میگم حمید معصومی نژاد داره میاد بازه؟ نه؟ بازه؟ چرا؟ دارم میاد آقا ازتون میپرسم فردا آیندهتون چی میشه؟ نمیدونی؟ حبید خواستم به تو بگم که آج سوال شما که میخواستی بگیر راجع به کاره اینه تو کار که اصلا نباید خوبی برای شما باشه باید؟ خدمت کرده شما باید حتی رفتگری هم بخونید رفتگری تی بکشید، دستشویی تی بکشید همه کار باید بتونید انجام بدید کاری نباشه که یعنی به خاطر الو آره یه میلیارد بفروش اشکال نداره میکنیم تو پاچهش وزستن میکنیم تو پاچهش حالا یه میلیارد تفتر در مورد سوالی که شما از من پرسید برای بگم بحر چرا؟ برای اینکه من به این معتقدم من شاگرد که میاد زیر دستم و باید به نه لحظم به یه مقامی برسونم خدا رو شکر توی این زمینه من موفق بودم دو تا دکتر داشتم پنج شش تا مهندس داشتم که دارم توی الهیه کار میکنم پنجاهی سنگین داشتم چی شدی؟ چی نشدی؟ بوکسی؟ شغل خوبیه میتونم همه بخوام برم بیام به مردم جنس بفروشم اصلا من متعلق به مردم هم اصلا عالیه این شغل و پولش هم که خوبه عالی خیلی شغل خوبیه راحت هم اصلا میخوابم بکنم یکی مرد یکی از مشکلاتی که ماها داریم تو کشور خودمون اینه که تا حد زیادی پارتی بازی جا داره و ما رو نابود داره میکنه ما داریم خودمون میگیم آقا ما این همه درس میخونیم آخرش قراره چیکاره شیم که یک فردی که حتی دیپلم یا حتی سیکلش افتاده بخواد جای ما که مثلا مهندسی دکترامون رو گرفتیم اون جای ما رو بگیره و اون کجای ما کار کنه توی شرکتی چون فقط فامیلی یه فرده سلام خسته نباشید سلام وسیم برای استخدامت هاشم بله میام این شرکت یه حسابداری درست حسابدار کار هر کسی هم نیست دیگه شرکت خیلی بزرگی هم میخواستم دارم تحصیلاتتون چیه؟ شاطرپور هستید درسته؟ بله حسین شاطر درسته اینجور نوشته با خلاصه من رتبه 44 پنجو شدم رشته مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف حالا این اصلا مهم نیست چه دانشگاه من اینه که کار رو بتونم انجام حسابداری بالاخره خیلی سخت شما نتون میشه بگید من به این یاد داشتونم؟ بله یاد داشت بفرمایید بله 0912 بله 166 بله 385 با واسه تواس میگیرم ممنون دست شما در ممنون خدافز شما این شما باید تواس بگیرم خدافز بابا سلام سلام دایی سلام
سلام چطوری؟ اومدی؟ چی کنی؟ اومدم کار کنم. کار کنی؟ پول در داری جنس بهت برسه ها؟ زنگ داره؟ مدرک تحصیلی چیه؟ سیکم افتاده. سیکلت هم افتادی. خوبه. خیلی عالی. از بعد هم بخشون کنی؟ اون اتاقه رو میبینی؟ اونجا؟ اونجا. آها اونجا. اون اتاقه. آها. اسکی بابا دایمه هی هی این مفنگه بیاد جمش کن بیاد جمش بیاد نه مفنگ دوباره سلام. یکی از مشکلات دیگه که جامعه ما داره اینه که یک مادر پدری علاقه دارن که فرزندشون این مسیر رو تو زندگیش طی کنه، ولی اون فرزند دوست داره این مسیر رو تو زندگیش طی کنه و این مشکل داره واسه ماها. و این فقط واسه ما، من، دوستای من نیست، این مشکل واسه جامعه میتونه باشه و میتونه خطرناک باشه، شاید خیلی ساده باشه، ولی وقتی که یک فردی یک کاری علاقه نداشته باشه و انجامش بده، یکم قطعا کارو درست انجام نمیده. مثلا چی اونه؟ این فرد خیلی محترم علاقه داره که مهندسی مکانیک بخونه، ولی باباش دلش میخواد حسابداری بخونه، چون از نظر اون حسابداری خیلی سواد و کلاس بیشتری داره نسبت به مهندسی مکانیک. و این فرد خیلی محترمه، تو که دورات بری پایین ماشاءالله. این فرد خیلی محترم علاقه داره که بازیگری بخونه، ولی ما هم باباش دوست دارن یه رشته تجربی مثل پزشکی بخونه و این باباش جور نمیاد، چون این فرد علاقه به تجربی نداره و آخر سر یک تیغ جراحی تو معده یک فرد جا میذاره. این فرد علاقه داره که ساخت فیلم و تدوینش رو ادامه بده تو مسیر زندگیش، ولی مامان باباش هم بهش میگن که مهندسی مکانیک بخونه، چون عمش رتبه 200 کنکور شد و تو دانشگاه صنعت شریف تونسته همچین رشته رو بخونه. خوش بالا آمد. و این فرد خیلی محترم علاقه داره که کارهای موزیکال انجام بده و ماماش میگه که اگه کارهای موزیکال انجام بدی تو جو آخر سر میمیری، چون اینجور که میان معلومه هر کی که کارهای هنری انجام بده تو جو میمیره. و این واقعا ناراحت انگیز هستش و من امیدوارم این مشکلی روز برطرف شه و بنواز و تو هم بخون. اینم شست. وظیفه شما اینه که از این کلاس مراقبت کنید و نذارید هیچ کس از این در تو بیاد. و شما که قرار بود چیز نقاشی که شما قرار نقاشی بود چی شد؟ چشتش دو امرو دماغ و دهن نگم تو حالا بذار تو تا باش باش نچه فرا خوش ببین چه زنیم قشنگش کشیدم چه سری چه دومی چه گولی لذت برده باشین. من این فیلمو با جون و دل واسهتون ساختم، حالا ممکن بود خنده رو باشه واسهتون که خیلی خوشحال میشم اگه هم نبوده، من شرمندم که نتونستم خنده رو لبتون بیارم. و اینکه این فیلم در اصل محتوای درونش واسه مهم بود که متوجه شین. این چیه؟ نمیدونم. بله
ولی امیدوارم هرچی از فیلم اگه نخندیم محتواشو درس گرفته باشین، چون این درس از فیزیک و شیمی و هندسه مهمتره، مخصوصا دینی. تو به جرم سیاسی بازداشت؟ نه. آره نه. من از اینکه این فیلم رو قراره ببینیم تشکر میکنم و معمولا که این فیلم رو خواهیم ببینیم